صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوع سخن ما به دنباله مباحث شبهای گذشته، موضوع ترس و واهمه و خوف، منتها امشب در مصداق خاصی از اون که وعده کرده بودن برای پاسخگویی به بعض از سوالات، این موضوع اختصاصاً یک شب محور سخن باشد. موضوع سخن است، امید است آنچه خدای مهربان مورد رضایتش می باشد بر زبان الکن من جاری کند تا مجلس ما به نور اهل بیت و به برکت کلمات اهل بیت علیهم السلام کلاس درسی برای دنیای ما و سببی برای ارتقاء روح همه ما باشد انشاءالله. موضوع سخن امشب ترس از عالم برزخ است. آیا این ترس مفید یا مضر؟ اصلا عالم برزخ چیه؟ حقیقت عالم برزخ چیست؟ با چه شرایطی در عالم برزخ مؤمن راحت است و با پیدایش چه شرایطی در دنیا عالم برزخ مشکل و سخت است؟ عالم برزخ خانه چهارم همه ماست. به قول مرحوم شیخ بهایی، انسان مسافری است که شش منزل را عوض می کند تا به منتها برسد. صلب پدر، رحم مادر، دنیا، برزخ، قیامت، جهنم، خدای نکرده یا بهش یا بهش یا بهش، انشاءالله همه شما رو ما ببینیم تو بهش، البته به شرطی که ما رو راه بدن انشاءالله. خب من عقیدم اینه که با دعای شما ما رو راه میدن انشاءالله. برزخ چه جور جاییه؟ ما چه جوری میریم تو عالم برزخ؟ دریچه ورودی عالم برزخ کجاست؟ دریچه ورود به عالم برزخ احتضار مؤمن است. احتضار یعنی چه؟ احتضار یعنی جان دادن. احتضار یک کلمه عربی که ریشه آن حضور است، حضره. احتضار یعنی زمان حضور. چرا به لحظه جون کندن احتضار گفتن؟ مگر چی حاضر میشه؟ عللی را برای تسمیه احتضار به احتضار گفتن، گفتن شاید احتضار را که احتضار میگویند به علت حضور قابض الارواح حضرت عزرائیل در کنار بدن انسان است. چون او حضور مییابد لحظه را لحظه احتضار میگویند. بعضی گفتن نه، احتضار را احتضار میگویند
چون انسان به یک جایی میرسد، الله اکبر، از شدت درد، از شدت مصیبت، از شدت الم، از شدت فشار، انسان به جایی میرسد که خودش حاضر میشود روح از قالب بدن خارج بشود و بدن تهی از جان. اگر به این لحظه لحظه احتضار میگویند به این جهت است. بعضی گفتند نه، چون غالبا و نوعا در کنار بدن محتضر اقوام، خیشان، فرزندان، همه کسانی که یه عمری باهاشونم قهر بودی، لحظه جان کندن میگن ما بریم اون لحظه آخر ببینیمش، کینه ها کنار، عداوت ها کنار، بریم ببینیمش، چون همه بر بالین حاضر میشوند، اون لحظه رو بهش میگن لحظه احتضار. اما همه این ستا دلیل و علت رو بگذارید کنار، یه علتی در روایات آمده که بسیار زیباست، فرمود اون لحظه را میگویند احتضار، چون انسان درمانده در کنار خودش مییابد حضور ائمه طاهرین را. این دریچه ورود ماست به عالم برزخ. از احتضار که گذشتیم وارد یک عالمی میشویم که برزخ میگن. برزخ کلمه ایست عربی، معنای این کلمه چیزی است که بین دو چیز فاصله و حائل بشود، به او میگویند برزخ. مثل دوران نامزدی، شما تجربه کردید دیگه نه؟ دوران نامزدی یه دورانی است که نه آدم زن داره نه، بهش میگن عالم برزخ. یعنی فاصله شده است بین دوران تجرد و بین دوران تأهل. عالم برزخ یعنی عالمی که فاصله می شود بین عالم عمل و عالم مکافات. این عالم رو بهش میگن عالم برزخ، عالمی که ما باید منتظر بمانیم و بمانیم و بمانیم تا به نتایج اعمال خودمون برسیم. خدا به هممون رحم کنه انشاءالله. خب ما چجوری میریم تو عالم برزخ؟ من یه مقدماتی میخوام عرض کنم، چون شبهات تو ذهن بعضی از عزیزان هست، اینا باید مرتفع بشه و بعد برسیم به نتیجه بحث که ترس از برزخ ترس بجاییست یا ترس نابجایی. روح وقتی از بدن بیرون میاد، به حسب روایات سخت‌ترین لحظات است که بر انسان می‌گذرد. امام صادق فرمود 5 لحظه است، 5 وقت است که شدیدترین حالات و نگران کننده ترین آنات رو انسان دارد. یکیش برزخ. روح وقتی از بدن درآمد کجا می رود؟ امام صادق فرمود فوراً روح وارد یک بدن مجرد می شود به نام بدن مثالی، که از نظر ظاهری و شکلی عین بدن شماست، اما از نظر جرمی کاملا متفاوت. یعنی او از موجودات مجرد است و بدن شما از موجودات مرکب. میره توی بدن مثالی، مسلط می شود بر جسم. به حسب روایات، آیون عزیز، بحث امشب من یک بحث صرفا تعبدی و علمی. ما تا به حال هیچ دلیل علمی نیافته ایم. یعنی دست بشر، دست علم بشر کوتاه است از عالم ارواح و عالم برزخ که بتواند کشف کند
به وسیله آزمایشات علمی که روح حقیقتش چیست، حرکتش چگونه است، بدن مثالی چیست، برزخ چگونه است. علم میگه من مات و مبهوتم، میرویم در